شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته. سلام و درود بسیار پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم. ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. جناب غربی، می‌خواستم بفرمایید بپردازیم ببینیم که در جهان چه خبره، در حول و حوش این اوضاع پرآشوب و پرتلاطم چه می‌گذرد. بله، در جهان خیلی خبر هست، خبر زیاده. البته منظورم از خبر از اونهایی که معمولا رسم گفته میشه نه. دنیا در نشست‌های پیشینم چند بار اشاره کردم، جهان امروز در حال پوست انداختنه، در حال پشت سر گذاشتن گذشته است و ورود به یک دوران جدیده. این روزهایی که ما توش هستیم، این چند ساله که توش هستیم، این دوران ساز هست. بیگمان آینده جهان با اون چه که امروز هست و دیروز بوده به شدت متفاوت خواهد. حالا این کلیگویی رو کردم، یه خود میام جزئی تر مطرح میکنم. بله. این مسئله درگیری، چیزی که اسمشو خیلی اسمای مختلف میذارن، شرق و غرب یا غرب مدعی اربابی جهان به بهانه اوکراین با روسیه و بحث و جدل‌هایی که در این رابطه هست، تهدیدهایی که هست، تحریم‌هایی که هست، ضد تحریم‌هایی که هست، واکنش‌هایی که داره به وجود میاد، تحرکاتی که در ملت‌های مختلف به وجود میاد، شکل شمایل ژئوپلیتیک جهان رو به کلی عوض کرده و در حال عوض کردنه. یکی از اتفاقاتی که خیلی میتونه اثرگذار باشه در این چالنجی، در این چالشی که الان اشاره کردم، انتخابات اخیر هندوستانه. هندوستان که گفتن حدود 820 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و نتیجه و ضمناً هزینه این انتخابات نزدیک به هزینه آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و خیلی بیش از هزینه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دوره‌های پیشین بود. می‌دونیم که در انتخابات 2012 در انتخابات 2012 حدود 7 میلیارد دلار رقبا هزینه کردند که نتیجهش این شد که اوباما به دور دوم راه پیدا کنه. در انتخابات هندوستان گفته شده که 5 میلیارد دلار هزینه شده. بله. نتیجه این انتخابات برگزیدن به نخست وزیر رسیدن مودیه که یکی از تندروان هندوست، از معروفیت‌هاش ضد مسلمان بودنشه و پرونده اتهام در آدمکشی داره، نه به مفهوم یه نفر رو کشته، در قتل عامی که در 2012 در گجرات، در ایالتی که اون سروزیر اون ایالت بوده، به طور باور نکردنی به مدت بیش از یک ماه خونه های مسلمان ها آتیش زده شد و حدود 1000 نفر کشته شدند و اونها به صورت امروز در کپرها، در کارتون خوابها زندگی میکنند و هیچ دادگاهی هم تشکیل نشد که برای رسیدگی به جرمی که برای در رابطه با کشتن حدود 1000 نفر شد.
کسانی که متهم بود خود همین فرماندار یا سروزیر بود، وزیر اعظم بود، و که بعضی ها اتهامش این بود که مشخصا در هدایت این قتل عام دست داشته، و اونهایی که خیلی خوشبین بودن معتقد بودن که اگرم دست نداشته باشه سروزیر یه ایالت که خیلی هم مقتدره، خیلی هم اتوریتریان هست، این چطوری میتونه بشینه به مدت بیش از یک ماه و جلوی چشمش ببینه که این اتفاقات داره میفته. معمولا این اتفاقات در جای دیگه جهان به جز جاهایی مثل برمه، میانمار یا کنگو و بروندی که سابقش در ذهن ما هست معمولا اتفاق نمیفته. مسئول مربوطه نیروهاشو میفرسته و اونها رو ساکت میکنه، ولی این اتفاق به مدت بیش از یک ماه ادامه پیدا کرد و ارقام کشته هر روز بالاتر رفت، ایرانی ها به میلیارد ها دلار رسید، ولی این آدم اقدامی نکرد. در حال این مودی حالا نخست وزیر هندوستان شده. این خودش مسئله بزرگی است. مرتب از هندوستان به نام بزرگترین دموکراسی جهان اسم برده میشه. من در سالهای گذشته در مقایسه با این هزینه گزاف انتخابات در آمریکا و مسئله نقش پول در انتخابات آمریکا و دموکراسی در آمریکا که بسیار دربارش گفته شده و اسمم بردم از کتاب معروف گرگ پالاس که نوشته، روزنامه نگار نویسنده معروف انگلیسی آمریکایی، اسم کتابش هست دموکراسی که میشه با پول خرید. و در رابطه بسیار نوشتن، کتاب‌های زیاد. معمولا ما فکر میکردیم که خب در شرایط اقتصادی هند و شرایط فرهنگی هند کاندیداها بلند میشن میرن به روستاها و با بلنگو دستی با اونا حرف میزنن، خودشون رو معرفی میکنن، پس در نتیجه اونجا هنوز یک دموکراسی نسبتاً خالص هست، ناب هست. اونجا هنوز دموکراسیش تبدیل به الیتوکراسی یا حکومت الیت ها نشده، و که معمولاً هم در جهان غرب عمدتاً در آمریکا سالهای خیلی زیاد چندین ده هست که الیتوکراسی بوده. الیتوکراسی تبدیل به کورپوراکراسی شده، حکومت کورپوریشن هایی که اونها در ادامه سودجویی های غیر کنترل نشدهشون به مثلا پلوتوکراسی رسیدن، حکومتی که در اونجا اصالت فقط سوده و پوله. و در داستان فاجعه وال استریت در سال 2008-2009 با واقعیتی خودش رو نشون داد، البته دربارش خیلی صحبت شده بود، ولی این دفعه اوریانتر مطرح شد، به ویژه وقتی که جنبش اشغال وال استریت پیش اومد، دیگه هر روز در گفتمان سیاسی آمریکا مطرح بود به چیزی که بهش میگن کلپتوکراسی، یعنی حکومت دزدان. ما بر این باور بودیم که در هندوستان این اتفاقات نمیفته، اما امسال این انتخابات 5 میلیارد دلاری، البته بازم اگر سرانه بگیریم برای کشوری که 1.2 میلیارد جمعیت داره در مقایسه با آمریکا که 315 میلیون نفر جمعیت داره، خب سرانه از اینه کمه، ولی این دفعه نشون داد که اینها هم پا در همون جاده گذاشتن که آمریکا گذاشته و از همون مسیر استفاده از های تک. و با توجه به این که هند هم مثل خیلی از کشورها به سرعت داره دیجیتالایز میشه، به سرعت داره افراد حتی در کپرنشین ها تلفن دستی همراهشون هست، و در این حال سال هاست که میدونیم که هندی ها در نرم افزار سازی پیشتاز بودن، پنتیوم رو هندی ها به جهان تحویل دادن، یه واقعیته. حالا این دفعه نامزدها بیشتر تکیه کردن روی جوانهایی که میشد با اونا از طریق به اصطلاح وسایل مجازی
رسانه‌های مجازی تماس گرفت و همین کار کردن با تفاوت بسیار چشمگیری نسبت به حزب کنگره هند که میراث گاندی و نهرو اینها برنده شدند. بله. جای مقدار زیاد فکر و نیاز به اظهار امیدواری هست که با توجه به اینکه این تندروان هر وقت به قدرت رسیدن کارهایی کردن که زیاد باب میل آزادی خواهان نبوده، باید خیلی توجه کرد و باید متاسف شد که میراث‌بران نهرو، نهروی بزرگ، واقعا باید متاسف شد که چرا باید میزان فساد در حزب کنگره و ناتوانی و ضعف در مدیریت به جایی برسه که این چنین شکست فاحشی در برابر تندروان هندو بخورن. با هیچ تردیدی نیست که در این 60 خورده سال استقلال هند به بعد همیشه اونجا به نام گاندی، به نام نهرو در جهان معروف شده. بله. ولی میراث‌بران اون کار رو به جای رسوندن که در با یک شکست بسیار مفتضح در جا فضا رو در اختیار تندروان هندو بدن، که من پیش بینی میکنم که دست کم 2 دهه لازم خواهد بود که اگر حزب کنگره از خود انتقادی رو در پیش بگیره و شروع به اصلاح خودش بکنه ممکنه دوباره برگرده. حالا چیزهایی که در رابطه با نخست وزیر جدید به ذهن میرسه این هست که یک نکته مهم هم برمیگردیم به یک گفتهی که قرار بود در موردش بیشتر صحبت بشه، اینکه باز اینجا میبینیم این نقش پول رو وقتی میبینیم بخش تبلیغات و تأثیر اون رو هم میشه دید، به روشنی دید تا چقدر کاراست. بله. این همیشه یکی از دلایل اینکه حتی اگر حزب کنگره با تجربی هایی و یا عدم کمکاری هایی و با حتما با مقداری درک درست نداشتن از شرایط روز، ولی تبلیغات چطور میتونه افکار رو و ایده ها رو در خدمت بگیره و به سمت خودش و به اون سمتی که میخوان متمایل شد. بله، به این مسئله که شما اشاره کردید دیگه خود جلوتر بخواهم پرداخت، به نقش رسانه ها در فکر سازی به این خواهم پرداخت. در رابطه با هند این شاید اولین بار بود که در این حجم بسیار عظیم هندی ها از قدرت معجزه آفرین رسانه ها استفاده کردند و قدرت معجزه گر پول رو خوب تشخیص دادند و این کار رو کردند. در حال از ویژگی های این نخست وزیر جدید موفقیت اقتصادیش در ایالتی که در اونجا سر وزیر بوده هست. گجرات. البته به دلیل همون پرونده‌ای که گفتم داشته، ویزای ورود به آمریکاشو نداده بودن اون در گذشته و اروپا هم انگلیس هم اجازه ورود این شخص رو به کشورشون نداده بودن، که حالا همه اینها با تلفن‌های تبریک این شخص رو به کشورشون دعوت کردن. در حال موفقیت اقتصادیش و اینکه در اون بخش از هند ساخت سازهای بسیار زیاد کرده، اقتصاد رو بسیار قوی کرده، در حالی که در کل هند اقتصاد سالهای بیحالیش رو پشت سر داره میذاره، کشوری که در دهه گذشته نرخ رشد 7-8% داشته و پشت سر چین داشته راه میرفته، حالا چند سالیست که در حدود 4.5-4.6% رشد در حرکت میکنه، که با توجه به ساختار جمعیتی دموگرافیک هند به نظر میرسه که این 4.5% کفاف نیاز توسعه اونجا رو نمیده. حالا این موفقیت های مودی در گجرات پیشبینی هایی رو و انتظاراتی رو به وجود آورده که همه انتظار دارن، به ویژه رای دهندگان، که هم موفقیت ها رو ضرب در کل هند بکنه و کلیه تمام هند رو تکون بده.